درود بر شما دکتر آرمان نوری، رهبر جنبش براندازی. درود بر شما فرزند واقعی ایران زمین و مبارز که در مدتی که همکاری داشتیم در ایران واقعا فعالیتتون چشمگیر بود و من خیلی خوشحالم که شما صحیح و سالم در کنار ما هستین در حال حاضر در پاریس. با شناختی که از قبل از هم داشتیم اینجا یه توضیح مختصر بدم که من رضا فهمیده مدیر مسئول هفتنامه صبح آزادی ویژه شهرستان برامین و عضو سازمان پارس در ایران هستم. همونجور هم که اطلاع دارید نزدیک به 3 ماهی است که هفتنامه از طرف دادگاه جمهوری اسلامی توقیف شده، برنامه هم بسته شده. با مشکلاتی که پیش رو داشتیم بالاخره خودم به پاریس رسوندم. اگر اجازه بدید در مورد وضع ایران و جهان و همچنین برنامه شما در مورد براندازی یه سوالاتی رو مطرح کنم. خواهش میکنم. بسیار ما خیلی خوشحال هستیم که شما در اینجا هستین و از تیغ بیرحم حکومت اسلامی جستید. البته خب حکومت اسلامی از ابتدا با کلمه آزادی، احیای حق و برابری طلبی ملت ایران مشکل داشت و همینطور که دیدی ما از ابتدای حکومت این احشام در ایران روزنامه‌هایی به وجود اومد، هفتگی نامه‌هایی به وجود اومد، ماهنامه‌هایی به وجود اومد و چون فرزندان میهن در طلب آزادی و دموکراسی بودند و احیای حق رو می‌طلبیدند، این روزنامه‌ها توسط و این جراید و نشریات توسط این حکومت جبار و ضد ایران ایرانی بسته شد. شما هم که اسم هفته نامتون صبح آزادی است، صبح آزادی اصلا روز قیام ملیه که اینا هم هر صورت مخالف این مسئله بودن. و خب در رابطه با مشکلاتی که در داخل هست، مثلا داخل و خارج ایران مورد بررسی قرار بگیره، ما میبینیم که حکومت اسلامی طی 30 سال عملکرد ضد ایران و ایرانی در حال حاضر کشور به بنبست رسونده. بنبست اقتصادی، اجتماعی، اعدام، شکنجه و کشتارها ادامه داره. 30 ساله که ادامه داره و اقتصاد ایران به بنبست رسیده، یعنی مردم نمیتونن اوضاع اجتماعی و زندگیشون رو تامین کنن. بنبست اقتصادی اجتماعی ما رسید. مردم باید به پا خیزن، مردم باید از طریق خودشون حرکت انجام بدن تا بتونن منافع خودشون در آینده ایران به چنگ بیارن، آزادی و آبادی ایران و سرافرازی ایران رو باعث بشن. در نتیجه مردم باید به پا خیزن. نیستش که آمریکا و کشورهای دیگه بیاد حمایت کنه از مردم ایران برای دادن حق ملت ایران. اونا حق خودشونو میخوان و شرایط گذشته کشورهایی که آمریکا اومده در این رابطه به عنوان احیای حق رفته به اون کشورها دست انداخته، میدونیم که به صورت حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تمام مسائل از بین رفته در اونجا. اینه که مردم باید به پا خیزن. جناب دکتر، شما تو صحبتاتون اشاره کردید که مردم باید به پا خیزن، ولی چگونه؟ البته خب ما بارهاست، سالهاست که عنوان کردیم ملت ایران باید به امید خودش باشه و باید از خودش حرکت نشون بده و باید بلند شه به حق خودش بگیره. البته خب مشکلاتی ما داشتیم در این رابطه که همسویی چگونه انجام بشه و مردم ایران رهبریت رو تقاضا کردن و سیاست بین المللی و جرایدی که وابسته بودن نذاشتن رهبریت جنبش براندازی به دست مردم ایران برسه، چون همسویی تنها آلترناتیوی که وجود داره میتونه همسو کنه ملت ایران برای براندازی، برای فردای سرافرازانه ملت ایران سازمان پارس و شورای براندازی خواهد.
و تنها سازمان آلترناتیوی هستش که خوشبختانه در این مدت 30 سال هیچ گونه عملکرد منفی غیر از مبارزه برای رهایی ملت ایران به طور مثبت نداشته. اینه که در این رابطه گروه های سیاسی و افراد دیگه‌ای که به هر صورت معلوم الحال حسب ملت ایران شناخت کم کم پیدا کرده و بیشتر پیدا کرده، با این عوامل نمیشه براندازی یا یک همسویی برای قیام ملی به وجود آمد. و به همین دلیله که سیاستگزاران و استعمارگران بین‌المللی و جهانی نمیذارن که صدای سازمان پارس و شورای براندازی راحت به گوش ملت ایران برسه. در این رابطه است که ما مسئولان شورای براندازی تدارک رسانه‌ای مستقل برای شورای براندازی رو در حال دیدن هستیم و امیدواریم یک صدای حق طلبانه و آزادی خواهانه در مسیر براندازی و در مسیر همسوی ملت ایران به وجود بیاد به زودی که مردم بتونن با رهبریت این شورا مشکل ایران رو حل کنن و سرنگون و نابود کنن حکومت اسلامی و دست استعمار جهانی رو کوتاه کنیم از کشور و میهن اهورامیمون. جناب آقای دکتر، اگر اجازه بدین با این سوال بحث رو ادامه بدیم که آیا شما دولت گذار یا دولت موقتی رو تشکیل دادید یا نه؟ البته از ابتدا که شورای براندازی تشکیل شد، طرح ریزی شد برای براندازی قبل و بعد از براندازی و در این رابطه طرح تشکیل دولت گذار یا دولت موقت یا به قولی دولت ائتلافی ریخته شد که ما در حدود 22 تا وزارتخونه و سازمانهای وابسته شو طراحی کردیم با مسئولانش. البته مسئولانی که طرح برنامه‌ریزی شده در حدود 30-40% از این مسئولان در ایران هستن و در قسمتی از نهادها فعال هستند برای سازمان پارس و برای براندازی و همسویی و هماهنگی داخلی و تعداد از فرزندان ایران زمین مسئولان دیگه در شورای براندازی و دولت موقت هم در خارج هستند که به موقع نام این میهن پرستان به پیشگاه ملت ایران تقدیم خواهد شد. ما در این رابطه یک هماهنگی و همسویی تدارک دیدیم که دولت موقت خواهد کرد با ملت ایران که در این رابطه و این همسویی ما باید برسیم به یک حد اکثر 30-40% مردم حمایت کنند از شورای براندازی که ما قادر به اعلام روز قیام ملی باشیم و بتونیم قیام ملی رو تدارک ببینیم. در این رابطه هستش که ما باید قیام ملی رو آماده تقدیر ملت ایران کنیم و ملت ایران بتونه از اون بهره ببره. جناب دکتر آرمان نوری، شما اشاره کردید به شورای براندازی. شما و شورای براندازی قیام ملی رو چگونه برنامه‌ریزی خواهید کرد؟ البته خب مسئله جزئیات رو نمیشه بازگو کرد، مسئله امنیت و مسئله به اصطلاح برنامه‌ریزی های داخلی و چه که در داخل دارم فعال میکنم و در خارج هستن. ما به طور کلی میتونیم بیان کنیم که در برای رسیدن به قیام ملی باید منافع خارجی رو نابود کنیم در ایران و ضربات مهلکی بر پیکره این اهریمنان و احشام مذهبی و حکومت اسلامی در ایران بزنیم که این مسئله های مسئله به اصطلاح عملیات مسئولان به اصطلاح عملکردی در ایران هستش که این کار رو انجام خواهند داد تا ما بتونیم این پیکره کثیف و ضعیفتر کنیم و در کنارش با رسانه‌ای که به وجود خواهد اومد همبستگی و همسویی ملت ایران رو قوی‌تر و قوی‌تر کنیم و بچه های داخل به ما اعلام خواهند کرد که در رابطه با قیام ملی آمادگی داریم یا نه و روز قیام ملی بعد از آن اعلام. جناب دکتر آرمان نوری، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم باز هم بتونیم با هم صحبتی در مورد جنبش براندازی داشته باشیم. منم بسیار خوشحالم که حضوراً شما رو ملاقات کردم، همونطور که به اصطلاح از دور و زمانی که در ایران بودین باهاتون آشنایی داشتم
و شما رو سالم و سلامت ببینم در کنار خودمون که با همیاری هم بتونیم این جنبش و جنبش آزادی خواهانه و میهن پرستانه رو به پیروزی برسونیم با همیاری هم.